مجمع خبرهای بسیار مهم و تازه منبع رهبر طالبان از دیدار با هیئت چینی خودداری کرده است. روز جهانی محو خشونت علیه زنان، زنان معترض، صدور اعلامیه ها از سوی سازمان ملل کافی نیست. 4 فرد مبتلا به مواد مخدر در نیمروز به دلیل گرسنگی و بی‌سرپناهی جان باختند. و گزینه دوم به شورای مسعود، شورای دوستان و شورای ضیا باز شده است. مشروع خبرها. یک منبع در قندهار میگوید که هبت الله خانزاده رهبر طالبان از دیدار با هیئت 6 نفره چین خودداری کرده است. این منبع به شرط حفظ هویتش روز سه‌شنبه تایید کرده است که این هیئت از کابل به منظور دیدار با رهبر طالبان به قندهار آمده بود. با گفته منبع، هیئت چینی شب گذشته با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیدار و صبح روز سه‌شنبه نیز با ملا شیرین آخوند والی قندهار ملاقات کرده است. منبع تصریح میکند که این هیئت در دیدار با ذبیح‌الله مجاهد نگرانی خود را از فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان ابراز کرده است. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان چند پیش مدارک حضور فعالیت جنگجویان تی دی پی در افغانستان را با یوشیاوینگ نماینده ویژه چین برای افغانستان شریک کرده بود. در همین حال دیلی تایمز رسانه هندی پیشتر گزارش داده بود که چین برای کاهش تنش میان طالبان و دولت پاکستان تلاش میکند. با این حال برخی کارشناسان سیاسی به این باور هستند که اسلام آباد پس از کاهش تمایل آمریکا برای مبارزه با تروریسم به چین روی آورده است. روز جهانی محو خشونت علیه زنان، زنان معترض، صدور اعلامیه ها از سوی سازمان ملل کافی نیست. جنبش زنان برای سال آزادی میگوید که طالبان بیش از 80 فرمان محدود کننده بر کار و زندگی زنان صادر کردند، اما سازمان ملل تنها به صدور اعلامیه ها اکتفا کرده است. این جنبش در اعلامیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از جامعه جهانی خواسته است که اقدام عملی برای رسیدگی به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان انجام دهد. در این اعلامیه آمده است در طول 4 سال گذشته حدود 16 میلیون زن در افغانستان با بیش از 80 فرمان رهبران طالبان شکنجه روحی و جسمی شدند. این جنبش تاکید کرده که سیاست‌های طالبان زنان را از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی به گونه کامل حذف کرده است. همچنان این جنبش از سازمان ملل خواسته است که تعامل با طالبان را قطع کند. در روز جهانی محو خشونت علیه زنان شماره جنبش‌های اعتراضی زنان و نهادهای حقوقی بشری و وضعیت زنان را زیر حاکمیت طالبان را سفناک خوانده و خواهان و محاکمه طالبان شده است. با این حال طالبان مدعی هستند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی حذف شده است. 4 فرد مبتلا به مواد مخدر در نیمروز به دلیل گرسنگی و بی‌سرپناهی جان باختند. منابع محلی در نیمروز میگویند که 4 فرد مبتلا به مواد مخدر تا یک روز در این ولایت جان باخته است. منابع گفتند که جسدهای قربانیان روز سه‌شنبه از نقاط مختلف شهر زرنگ مرکز نیمروز جمع‌آوری و به سردخانه شفاخانه ولایتی ولایت انتقال داده شده است. با گفته منابع دلیل مرگ میر این افراد گرسنگی و بی‌سرپناهی بوده است. طالبان در نیمروز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. باید راه برای تغییر طالبان پیدا کرد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در پیام خطاب به کشورها گفته باید راهی برای متقاعد کردن طالبان به منظور تغییر سیاست‌هایشان پیدا کنند. او افزود کشورها یک استراتژی جامعه که شامل عدالت کیفری نیز باشد در پیش گیرند. همزمان با آغاز کمپین بین‌المللی 16 روز علیه خشونت با زنان، ریچارد بنت روز دوشنبه در ویدئویی گفته که قانون جدید امر بالمعروف طالبان قانون اخلاقی سرکوبگرانه است که ظلم و ستم را بر زنان و دختران تقویت می‌کند. در این قانون علاوه بر محدودیت‌های گسترده بر زنان، صدای آنها نیز عورت تعریف شده است. همچنین انتقال زنان بدون محرم و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه عمومی نیز ممنوع است. فعالان حقوق بشر می‌گویند که با این قانون زنان عملاً از فضای عمومی حذف شده‌اند. ریچارد منت میگوید طالبان علاوه بر زنان به تمام اقشار جامعه هم اقلیت‌ها، افراد با پیشینه‌های فرهنگی مختلف و حتی مردان ظلم میکند. او با اشاره به ضرورت صلح و آشتی برای آینده افغانستان تاکید کرد که در مواجهه با طالبان یک استراتژی جامعه مورد نیاز است که شامل عدالت کیفری باشد. به نظر بنت این استراتژی میباید با مشوره افغان‌ها به ویژه زنان و دختران تنظیم شود. ترامپ برای مخالفان طالبان تهدید است یا فرصت؟ انتظار مخالفان طالبان این بود که کاملا هریس نامزد حزب دموکرات ببازد و ترامپ زمام امور را در دست گیرد، که چنین هم شد. آنان به دو دلیل از برگشت ترامپ حمایت میکردند. یک، جو بایدن و هریس در بیش از 3 سال گذشته موضع جدی علیه طالبان اختیار نکردند، چیزی که گمان آنها به این گروه جسارت داد. مهمتر از آن، بایدن و هریس در پی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان عاملان فاجعه خوانده میشوند. همچنان ریکاردشان نسبت به وضعیت افغانستان طوری بوده که زمینه را برای مستفید شدن طالبان از کمک های مالی آمریکا مساعد کرده است. دوم، با سرسختی جدیت و شعارهای
تمترا قطرم امید بستن. برای نمونه از همه صادات جنرال حکومت پیشین دلیل حمایتش از ترم را کفایت او و بیکفایتی بایدن و هرس عنوان کرده است. مخالفان طالبان گمان میکنند که ترم از آن جایی که آدم قاطع است اگر درخواست را مطرح کند و طالبان نپذیرد ممکن است این گروه را تعدیب کند. همچنان انتقادهای جدی ترم از نوع خروج امریکا از افغانستان مایه دلگرمی برای مخالفان طالبان شده است. این در حالی است که روند خروج در پی امضای توافقنامه دوحه از سوی ترم کلید خورد. فقط نفس حضور ترم در کاخ سفید مهم نیست، بلکه استفاده از او به مثابه یک فرصت مهمتر است که پای مخالفان طالبان در این زمینه کسری و لنگی دارد. با آن که چشم برای برگشت ترم بودند ولی تاکنون طرح روشن جامعه برای عبور از بنبست فعلی در اختیار ندارند که پیشکش او کنند. این در حالی است که رقیبان آمریکا در دنیا و حتی دوستان آن خود را آماده برگشت ترم کردند و میکوشند اگر نفع حاصل نکنند حداقل سطح زیان پذیریشان را کاهش دهند، چرا که رفتار او را نامتعارف نمیدانند. ترم هم معلوم است که کسی گروهی و کشور را به سادگی تحویل نمیگیرد. گام اولی و حداقلی تشکیل دادن صف واحد است که مخالفان طالبان در این زمینه موفق نبودند. برای همین هنوز دنیا به آنها با چشم بدیل طالبان نگاه نمیکند. پیام میگویند که نظم طالبانی نمیخواهی. معلوم است که کفایت نمیکند و جای را ورا را بر جای نخواهد برد. پس تکرار همان قصه می شود که مهندسان بزرگان بازرگانان نخست وزیر ایران در اول انقلاب اینجا وفت در خصوص خاصیت ایرانی ها گفته بود. مردم ایران میدانند و چی نمیخواهند، اما نمیدانند که چی میخواهند. ترم به خودی خود مخالفان طالبان را تحویل نمیگیرد، چنانه که هیچ کشور تحویل نخواهد گرفت مگر اینکه تبدیل به بدیل قوی و مطمئن شوند. مهمتر از آن، ترم منتقد طالبان است، اگر هم باشد بدون تعنی به مخالفان این گروه روی خوش نشان نخواهد داد. پس اقناع او کار پیکار بیشتر میطلبد و به این سادگی هم نیست. با چون اسرائیل باید محبوب او بود یا هم بالا بیگری بشود طرف اعتمادش واقعی شد و نه نمیتوان کار از پیش برد. اگر مخالفان طالبان به این خیال باشند که ترم نگران نقض حقوق بشر در افغانستان است اشتباه میکنند، چون که او نسبت به این مسئله بی‌طرف است، نه این که ضد آن باشد. فرق است میان این دو. این روزها برخی ها طور حرف میزنند و مینویسند که گویا ترم ضد حقوق بشر باشد. او ضد حقوق بشر نیست، بلکه در پای گسترشان در دیگر جاها آن هم با توسل به زور نیست. همین نکته است که او را از دموکرات ها و نیو محافظه‌کار جدا میکند. مگر کسی که ضد حقوق بشر باشد میتواند رأی امریکایی ها را به دست آورد؟ همچنان اگر نیروهای مخالف طالبان فکر میکند که ترم دل در گرو تشکیل دولت فراگیر در افغانستان دارد اشتباه میکنند. ترم حتی فهم صحیح هم از جامعه افغانستان ندارد، در حالی که بایدن با تکیه بر فهمی که دارد بارها ادعا کرده است که افغانستان به وحدت دست نخواهد یافت. صرف نظر از درستی و نادرستی ادعای بایدن، نکته مهم این است که او درک ویژه‌ای از وضعیت افغانستان دارد. تشکر که تا این هم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.